با درست خدمت دوستان گرامی حالا احوال خوبید امروز میخوام یک نکته راجع به یادگیری زبان بهتون بگم که چندی پیش باهاش برخورد کردم و گفتم از این نکته چه استفاده ای می میتونیم بکنیم ما که پیشرفت بهتری داشته باشیم به خصوص تو شنیدار انظر شنیداری و نکته جالب این بود که ثابت شده که ما با گوش راست بهتر از گوش چپ میشنویم میدم dem rechten Ohr hören wir besser میدم mit چرا اینجوریه و چرا نیست به حال میگن که گوش چپ از راست که میشنوید به سمت چپ وصله به سمت چپ مغز وصل هست و اون سمت چپ مغز هم بیشترین مهمترین قسمتی هست که برای زبان کاربرد داره یعنی خیلی از اون پروسه های بین نورون ها که انجام میشه تو اون سمت انجام میشه به حال این چه کمکی میتونه به ما بکنه از نظر درست بودن درسته من چندین جای دیگه هم چک کردم چون توی مقاله من خونده بودم بعد رفتم توی یه دونه چند وبسایت نگاه کردم دیدم بله هست وقتی میخواید مثلا به نفع صحبت کنید که یه چیزی رو بهش بگید یا که اون فرد منظور شما رو بهتر بفهمون و اینا باید سعی کنیم پس به سمت راستش متمایل باشیم که با گوش راست بیشتر بشنوه سریتر میتونه بررسی کنه و بفهمه و من این نکته رو گفتم شاید مثلا موقعی که آدم گوش میکنه توی امتحانات زبان یا تلویزیون یا هر چیزی میخواد بهتر بفهمه مثلا توی کلاس اینا یکم گوشش متمایل باشه به اون میکروفون یا به اون بلندگو که اینجوری بهتر بتونه بفهمه مثلا یکم گوشتون گوش راستتون رو متمایل کنید به اون سمت من البته اینو خودم هنوز امتحان نکردم به صورت کامل ولی از وقتی که اینو شنیدم مثلا با یه دونه میکروفون میذارم تو گوشم یه دونه میذارم اون گوش راست چپی رو نمیذارم میبینم ببینم مثلا فرقی میکنه همچین بدون فرق نبود نمیدونم حالا چون این فکر رو میکردم اینجوری بود یا واقعا تاثیر داره راحت تر میتونم بفهمم وقتی که یا میذارم فقط چپی رو میذارم انگار که تمرکزم کم میشه حالا شاید تمرکزم کم میشه یا اون پرسار ها رو راست گوشه راست بهتر میتونه تو مغز اجرا کنه چون به سمت چپ مغز وصله به هر حال شما هم تست کنید این یه چیزی است که من دیدم و یه تست های کوچیکی هم کردم برای خودم این مزیت رو میتونه داشته باشه که تمرکزتون بیشتر باشه کلمات رو بهتر بفهمید فقط نو کلمه نیست بچه‌ها وقتی این کلمات میرن تو ذهن یه الگویی هست برای ذهن که تولید میشه کلی بخش های مختلف ذهن با همدیگه درگیر میشن تا به این یه معنا ببخشن صرف کلمه نیست متوجه اید و اون معنا بخشی و اینها هست به نظر من که میتونه ممکنه به این رفت داشته باشه که با گوش راست که میشنویم بهتر میشنویم و به یه کسی هم بچه چیزی هم میخواید نصیحت کنین البته بچه های این دوره که چپ و راست نداره هر دوتاش از این ور رفته از اون ور در اومده هی غاین هی غاوس اینجوری میگه این ور بیرون اون ور تو این ور تو این ور بیرون هی هی به حال امتحان کنید و با دوستان دیگه هم به اشتراک بگذارید میتونه مفید باشه امیدوارم که این ویدیوی کوتاه و این توصیه هم مورد توجه قرار گرفته باشه لینک تلگرام هم دنبال کنید اونجا هم هر از گاهی یک موضوعات خارج از درسی که مربوط به پرسونش انتویکلونگ هست یعنی توصیه شخصی خود بهبودی حالا بگیم اسمش رو بذاریم اینها میذارم که مثلا اینها برای یادگیری زبان هم اصل مطلب هستند بسیار مهم هستند زبانی نیست که من فقط بشینم هر روز بخونم بچه ها. باید اون نظر مایندست اون کلیات یا اون تنظیمات ذهنتونم برای زبان یادگیری زبان آماده باشن اگه اون مایندست نباشه یا اون تنظیمات ذهن تنظیمات اولیه نباشه هر چقدرم بخونید پیشرفت اون قابل ملاحظه نمی کنید یا زده میشید انگیزه رو از دست میدید به هر حال برای این همه اینها چاره هست اینجوری نیست که من بگم دیگه خب دیگه انگیزه ندارم ولش کنم نمیرم برای هم بدون انگیزه بودن هم یه دلایلی داره میشه روش کار کرد و برگردون و بهتر کرد خب اینم از این موضوع موفق و پیروز باشید درس ها رو ادامه میدیم همه درس های انگلیسی فرانسوی و آلمانی میان بچه ها اسپانیایی خواسته بودن منم خیلی خودم دوست دارم بذارم اوکی هم هست اسپانیاییم در حدی هست که بتونم تدریس کنم ولی وقتشو تا الان نداشتم وقتیش پیدا بشه حتما براتون میذارم شروع میکنیم یواش یواش درس اونم میاریم بالا موفق و پیروز باشید چوز بای اووا الیاس